دستگاه و حکمرانی کشور نسبت به وضع نخبه مسئولیت‌های مهمی داره، در این تردیدی نیست، و امیدواریم که انشالله مسئولین کشور، خود بنده و دیگران، بتوانیم به این مسئولیتمون به بهترین وجهی عمل بکنیم. لکن شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیت بکنه و گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه. یعنی اینه که از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است که باید مورد توجه باشه. این برداشت که همه چی باید آماده باشه، در جای خود باشه تا نخبه بتوانه کار بکنه، این برداشت درستی نیست. گاهی موانع رو بایستی باش مبارزه کنی. تو حرفای بعضی از دوستان هم بود، خب نامهربانی هایی دیده میشه در دستگاه مختلف اداره کشور و حکمرانی کشور نسبت به نخبگان گاهی نامهربانی میشه. این رو ما میدونیم، مطلعیم، اما اینها نبایستی نخبه رو از ادامه راه و از فعالیت و از تلاش منصرف بکنه و دل سرد نباید بشن. شکر نعمت نخبگی از جمله همینه که بایستی شکر کنه. شکر عملی این است که تلاش کنه، فعالیت کنه. اینها البته بخش دیگری از شکر همین است که توجه داشته باشه که این نعمت نخبگی رو خدای متعال به او داده و هر نتیجه‌ای که بر نخبگی مترتب می‌شود در جهت اراده الهی و در جهت رضای الهی قرار بگیره. یه وقت هستش که یک دانشجویی بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش و بعض خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه. این اشکالی نداره، یعنی ما بنده بارها گفتم این مانعی نداره. عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن، برگردن بیان. لکن اون چیزی که اشکال دارد مهاجر فرستی است. به منده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانته، این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستی با اون جوانم نیست. امروز در کشور ما جوانهای نخبه میتونن رشد کنن و در برههایی هم میتونن برن از یک کشور دیگه استفاده کنن و برگردن. اما اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او بره و مهاجرت کنه، این رو من واقعا یه خیانتی میدونم بایستی دنبال کنیم. نخبه علمی بایستی اون آینده ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکن است، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده. دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن. کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینها که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می گرفته.
یک شرط لازم برای رشد و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان این است که بتوانیم ما محصولات آنها رو در داخل کشور رایج کنیم. حالا بحث خارج کشور و صادرات رو هم بعد عرض بکنم. در خود داخل کشور مصرف بشه. رایش این است که تولیدی که او میکنه دیگه واردات نداشته باشه. باز یه عده‌ای جنجال نکنن که مثل قضیه لوازم خانگی که چرا شما گفتید که لوازم خانگی فلان کشور رو مثلا فرض کنید که نیارن. نه، این لازمه رشد شرکت‌های داخلی و تقویت اونها که بتوانن روپای خودشون بایستن لازمش اینه که ما برای اینها بازار در داخل، بازار داخل بازار کوچکی نیست، این بازار رو در اختیار تولید داخلی باید گذاشت. به خصوص دولت ها و سازمان های بزرگ که اینا بزرگترین مشتری اینان، دولت ها بیشترین مصرف کننده این به اصطلاح صنایع تولیدات صنعتی و اینها هستند. اینها از اینها تهیه کنند، از دانش بنیان ها تولیدات داخلی رو استفاده کنند، دیگه واردات کمر اینها رو نشکنه. بنابراین البته حالا وقتی که ما میگیم واردات جلوش گرفته بشه، در واقع به کمک کارخانه داخلی و بنگاه داخلی داریم حرف میزنیم. اون بنگاه داخلی هم وظایفی داره، اونا هم باز قیمتها رو گران نکنن، کیفیت رو پایین نیارن که به کلی بیفایده بشه اون توصیه‌ای که شده.